که روز مادم جمعه سهر میخزم قطی خونه یا میرم تو بگه. این زن بیش از دو هفته منتظری پیدا نمودن دختری در آب غرق شده اش است. روزی گلی 13 ساله روزی 5 نوامبر در کانال یا نهر ورزوب که از حدود دوشنبه میگذرد غرق شده است. دختر جم است که اوشا کشده کل چوشا کشده گفته کانال نم غلطانم یا بر میگن او گریف خورد دیم برا پروم دیگه نم از دکانوش یاون کس نایدم دکانوش دیده میگه که چی کردیم رومال بستم پرتفتم قبیده نتونست. مادرش طلب دارد که برای پیدا نمودن دخترش آب نهر موقتا قطع کرده شود. با وجودی مراجعتش به چند اداره دولتی این خواستهش اجرا نشده است. خواستار اساسی به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با رستم امامی خواهش میکنم که او آسد چه پس کنه دختر چه میام و خونش یا خیلت سپرم مثال که امیدم کنده شد نیازی خیلی ندیدم باورم نمی بیاد خیال میکنم که جای رفته یا که چی ده خیال میکنم و زای در می بیمید رو شا و روز خواه نمیکنم که واسه یک دخترم می بیاد. این مادر بیشتر از یک سال دور از دخترش در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار داشته است. از بانک پول قرض کرده منزل خریده است. میخواسته است در مهاجرت مهنتی کار کرده پولی بانک را برگرداند. ولی خبر غرق شدن یگانه دخترش روزی گل او را به وطن برگردانید. اهل خانواده در محله سوغدیان ورزاب در تخمینا 10 کیلومتری مرکز دوشنبه غم زده اند. نسما می خونه گرفتم نیمش قرضه. اون دفعه گفت که چنده می بیه گفتم که حاضرم قرضمانو بود کنم و می بیام در تاجیکستان کار میکنم دیگه می خره می گرده پلی کواتیر نباشه می سوال بایی نباشه. تلاش های نجادیندگان کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان برای پیدا نمودن او تا حال به نتیجه بوده است. ما از روز پنجم نوامبر تا امروز قریب که 25 مرتبه هر شخصی در آب در اومدن با سر و لباس غواصی موثر یعنی که تجهیزات موثر تا امروز کوفت کوف دوام دارد. من فکر میکنم که سبب از همه اساسیه که مانیا یعنی که ضروریت به عمل اومده است این برای چی نیافتن همین جسد برای اون که همون جرایون تیچینی جرایونی آب خیلی تیز می باشد بعد همون پهنایی آب مایده می باشد قایقای ما کلون هستند. نجادیندگانی کمیته حالت های فوق‌العاده می گویند اگر سطح آبی کانال پست یا من کرده شود دریافت جسد آسان خواهد شد ولی چون این عمل در صلاحیت آنها نیست. این آب یکی از آبهایی است که با آبانبار اساسی شهر دوشنبه داخل می شود. خب از اونجا اهالی پر را آب نوشاکر استفاده می برد یاد. من همین گرمی دیگه که در شهر دوشنبه است پر را از زمین آب است. حالا نو برسه در همین حالت ضروریت ما طلباتی مادرش طلباتی من همین مادری همین چیز دخترک رو به این آباد گرفته حالا مکتوب ارسال کردیم به عنوان محترم سروزیر جمهوری تاجیکستان. من فکر میکنم که این مسئله در بررسی است. در حالت ضروری اگر آب رو قاق یا که کم کنند فقط این در سطح روبرت حکومت و دولت و روبرت کمیته قرار دارد. با نقل خانواده دختری غرق شده منع آبی کانال به فعالیت مرکزی برق و گرمیدیی رقم 2 شهر دوشنبه تاثیر میرسانیده است. بنابراین تا حال مسئولان به این عمل راضی نشدند. رهبریت کمیته حالت های فوق‌العاده با ارسال یک نامه رسمی به عنوان قاهر رسولزاده از او خواهش نموده است که برای موقتا بستن آب کانال مساعدت کند. یکی از معاونان سروزیر به عنوان شرکت برق تاجیک و حکومت دوشنبه برای بررسی و چاره‌جویی مسئله نامه ارسال کرده است. معلوم نیست در این نهادها طلب مادری روزیگلی غرق شده تا کجا جدی گرفته می شود. طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری در تاجیکستان بر اثر رعایت نکردن قاعده های تکنیکای بی خطری هنگام آبوزی در رود و کولها و کانال ها 87 نفر جان باختند.
از شماره عمومی غرق شدگان 46 نفر کودکان و نورسان تا 16 ساله و 41 نفر از 17 ساله بالا بودند.